سلام دوستان، من نیما هستم. خوشحال هستم از اینکه با این ویدیو در خدمتتون هستم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب تو این ویدیو میخوام در مورد دو مورد از موضوعاتی که امین فردین در ویدیوهاش در موردشون صحبت کرده صحبت کنم و بررسی کنیم و نتیجه بگیریم. خب این فرد امین فردین برای جذب مخاطب چه دروغ‌هایی که به زبون نیاورده، این خیانت امیرحسین صدیق به همسر سابقش که در ویدیوهای اخیرش مطرح کرده رو با هم بررسی می‌کنیم. باران خوشندام یا همون نها خوشندام سال 97 با امیرحسین صدیق ازدواج میکنه و سال 1401 از هم جدا میشن. این ویدیویی که در ویدیو خود امین فردین نمایش داده میشه در مورد اینکه این خانم هایی که با امیرحسین صدیق هستند به معنای خیانت ایشون به همسرش هست، کذب محض هست. با توجه به اینکه این ویدیو در چند هفته اخیر ریکورد شده و در فضای مجازی وایرال شده، اصلا خیانتی در کار نبوده و فقط امین فردین در تیترش این موضوع رو خیانت عنوان کرده و نوشته که خیانت امیرحسین صدیق به همسرش. خب پس نتیجه میگیریم که نه، زمانی که این ویدیو ریکورد شده که این خانوم ها همراه امیرحسین صدیق سوار ماشین در حال حرکت هستند، نه اون زمان باران خوشندام یا نها خوشندام همسر امیرحسین صدیق بوده و نه اینکه خیانتی رخ داده، و فقط این تیتر و این ویدیو برای جذب مخاطب و پول در آوردن بوده و چیزی غیر از این نبوده که در اکثر یا تقریبا تمام ویدیوهای امین فردین به روشنی دیده میشه. کلن امین فردین تیترهایی که در مورد سلبریتی ها میزنه عمدتا دروغهای بزرگی رو عنوان میکنه که فقط قصدش کسب درآمد و جذب مخاطب هست. این موضوعی که مرتب میگه تیم پشت پرده، این رو هم میخوام براتون باز کنم و روشن کنم. هیچ تیمی در کار نیست، تمام کارهای ویدیوهاشو خودش به تنهایی انجام میده. قبل از صحبت در مورد ویدیویی که در مورد رائفی پور ساخته و همین اواخر آپلود کرده، اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب داشته باشید و نظرتون رو در مورد این ویدیو حتما برای من کامنت کنید و لایک رو هم بکوبید که انرژی این ویدیو بالا بره و بچسبه به سقف. خب در مورد ویدیویی که در مورد رائفی پور ساخته، نه در دفاع از صحبت‌های رائفی پور و یا تایید و تکذیب اونها، بلکه در مورد صحبت‌های امین فردین که آخر صحبتاش میگه که کسانی که صحبت‌های رائفی پور رو گوش میدن و یا از اون حمایت میکنن اونها رو اسکل، بی‌سواد و پشمک خطاب میکنه، ولی واقعیت اینجاست که خودش با اراجیف و به ظاهر افشاگری هایی که در مورد سلبریتی ها انجام میده فقط قصدش جذب مخاطب و کسب درآمد هستش و متاسفانه نونش رو در خون دیگران میزنه و میخوره. چه انسان بیرحمیه که با اینکه نتیجه این ویدیوها رو و این عمل رو دیده که نمونهش خودکشی خانم زهره فکور صبور بود، این اطلاعات رو که بعضا دروغ هستند رو با اطلاعات واقعی کنار هم میذاره و به خورد مخاطباش میده.
هر جا امین فردین هست ما هم در مورد اون، در مورد دروغهاش ویدیو میسازیم و ممنونم از اینکه ویدیو ما رو تا انتها تماشا کردید و گوش دادید.